نوری‌زاده در دوران اصلاحات در مصاحبه با بی بی سی ذوق‌زدگی خود را از گسترش خط تسامح و تساهل در جراید و فضای فرهنگی کشور پنهان نمی‌کرد و سعی در القای اختلاف میان لایه‌های مدیریتی کشور داشت. وی در سال‌های گذشته با مسئولین بخش فارسی رادیو اسرائیل به توافق رسید و به عنوان مجری و تهیه کننده یک برنامه نیم ساعته رادیویی با عنوان نامه‌های ایرانی هر روز به زبان فارسی برای این رادیو برنامه تهیه می‌کرد و آن را بر روی آنتن می‌فرستاد و هم اکنون کارشناس ثابت رادیو اسرائیل و تلویزیون صدای آمریکا به شما. یکی دیگر از کارشناسان تلویزیون فارسی بی بی سی که همکاری تنگاتنگی نیز با تلویزیون صدای آمریکا دارد، احمد سلامتیان است. وی در سالهای پیش از انقلاب سالیان متمادی را در غرب سپری کرده و در فعالیت‌های سیاسی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا شرکت داشته است. اما این عضویت به منظور همکاری با ساواک برای ارسال گزارش از کنفدراسیون بوده است. وی ضمن عضویت 20 ساله در جبهه ملی در سالهای 1340 در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از طرفداران شاهپور بختیار به شمار آمده و نشریه پیام دانشجو متعلق به بختیار را توزیع می‌کرده است. وی طی تعهدی که به ساواک می‌دهد، حرکت‌های انقلابی مردم ایران را عوام فریبانی می‌خواند و می‌نویسد: این جانب احمد سلامتیان از این تاریخ متعهد و ملتزم می‌گردم که به منظور جلوگیری از عملیات مضر افراد و عناصر و احزابی که تحت لوای کسب آزادی با تبلیغات عوام فریبانی خود ملت را به سوی سقوط سوق می‌دهند، با سازمان اطلاعات و امنیت کشور صمیمانه همکاری می‌نمایم. وی همچنین به جبهه ملی دوم که پایه‌گذار آن دکتر خنجی که از پایه‌گذاران حزب توده هم هست می‌پیوندد. کتاب فروشی احمد سلامتیان در پاریس به محلی برای چاپ و عرضه کتاب‌های مارکسیستی و چپ تبدیل می‌شود و در داخل نیز اعلامیه‌های گروه فدائیان خلق را تحریر و تکثیر می‌نمایند. وی در این سال‌ها سفری نیز به فلسطین اشغالی داشته است. سلامتیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روزنامه متعلق به بنی صدر به نگارش مقالاتی بر ضد ولایت فقیه می‌پردازد، ولی در دولت موقت معاون سنجابی وزیر خارجه می‌شود. سلامتیان برای اولین دوره مجلس شورای اسلامی نامزد می‌شود، ولی بررسی اعتبارنامه وی با قیل و قال فراوان در مجلس همراه می‌شود و نهایتاً تحت جو استقرار نیافته ابتدای انقلاب تصفیه می‌گردد. وی پس از مدتی سخنرانی تحریک‌آمیزی در مشهد ایراد می‌کند که منجر به تظاهرات ضد انقلاب و سر دادن شعارهای افراطی و تشنج در این شهر می‌گردد. در پی این رخداد مردم اصفهان با برپایی تظاهراتی خواستار اخراج وی از مجلس می‌شوند. مردم اصفهان در بیانیه‌ای خاطر نشان می‌کنند: ما مردم اصفهان از اینکه یکی از نمایندگان این شهر به نام احمد سلامتیان به تضعیف روحانیت مبارز و مورد تایید امام و تضعیف مجلس شورای اسلامی اقدام و قلب پرسوز امام امت را به درد آورده، تأسف عمیق خود را ابراز و از مجلس شورای اسلامی قاطعانه می‌خواهیم این نماینده را از جمع خود اخراج کرده و بدانند از این پس نماینده ما نخواهد بود. ارگان‌های انقلابی اصفهان نیز متعاقباً با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای مفاد قطعنامه مردم اصفهان می‌شوند. احمد سلامتیان
در فضای سیاسی کشور همواره به عنوان حامی گروهک‌ها شناخته می‌شود و نهایتاً از کشور می‌گریزد و در خدمت جریان رسانه‌ای غرب قرار می‌گیرد. نتایج انتخابات را آقای مسئولی وزیر کشور اعلام کردند، مغایر هست با تقریبا همه پیشبینی‌ها، به خصوص پیشبینی که خود شما روز چهارشنبه در صدای آمریکا داشتید. چه اتفاقی افتاد آقای سازپارا؟ خیلی ساده آقای کروبی، آقای فرهودی، در عرف سیاست به این کار میگن کودتا. یکی از کارشناسان ثابت تلویزیون‌های فارسی زبان معارض با نظام جمهوری اسلامی محسن سازگار است. سازگارا پس از انقلاب مدتی وارد سپاه پاسداران می شود، ولی بعد از گذشت چندین ماه به فعالیت‌های خود در سپاه پاسداران پایان می دهد و به مدیریت رادیو منصوب می شود. اما در این منصب هم دوام نمی آورد و در نخست وزیری به معاونت سیاسی اجتماعی گماشته می شود. در مدت فعالیت سازگارا در این پست بود که حادثه انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر اتفاق افتاد. محسن سازگارا در سال 1361 به عنوان معاون وزیر صنایع سنگین جمهوری اسلامی منصوب شد که بعد از مدتی کوتاه از این مقام نیز کناره گرفت. اما حضور خود را در هیئت مدیره سازمان گسترش صنایع سنگین تا اواخر جنگ ادامه داد. وی بعدها مدتی از کشور خارج شد و تحصیلات خود را در رشته تاریخ تا مقطع دکترا ادامه داد. سازگارا بعد از پایان جنگ تحمیلی با وجود عدم حضور مؤثر در دولت سازندگی، رابطه خود را با سازمان‌های مختلف دولت همچون مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ادامه داده و در کنار این خود را به عنوان یکی از مؤثرترین اعضای حلقه کیان به عنوان ارگان اصلی روشنفکری دینی در کشور معرفی می کند. بعد از دوم خرداد، سازگارا خود را نه تنها به عنوان یک فعال سیاسی و نظریه پرداز اقتصادی دولت، بلکه به عنوان مسئول اصلی روزنامه جامعه از شاخصترین روزنامه های دوم خردادی مطرح می کند. روزنامه‌ای که به عنوان نخستین روزنامه جامعه مدنی مطرح می شود. اما دوران حضور سازگارا در مجموعه دولت به طول نمی انجامد و بسته شدن روزنامه جامعه و بعد از آن برخی اظهارات وی زمینه تقابل او را با نظام جمهوری اسلامی فراهم می کند. سازگارا پس از وقایع کوی دانشگاه و همچنین مطالب منتشر شده برخی از سایت ها به نقل از وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شود و در نهایت به علت حمایت برخی از نمایندگان مجلس ششم با قرار وثیقه 600 میلیونی از زندان آزاد شده و به انگلیس و سپس آمریکا می‌گریزد. محسن سازگارا در حال حاضر مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن است که به طور مستقیم تحت نظر CIA اداره می شود. وی به طور هفتگی به همراه علیرضا نوریزاده در برنامه تلویزیونی تفسیر خبر که از تلویزیون فارسی صدای آمریکا پخش می شود، به عنوان کارشناس به ایراد اتهام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. وی در اختشاشات پس از انتخابات 22 خرداد جاری با گفتگوی روزانه در سایت ها و تلویزیون های معاند با طرح ادعاهای واهی، سعی در برافروزی آتش التهاب و تحریک آشوب طلبان داشت. چندی پیش امیرعباس فخرآور مدیر انستیتوی آزادی ایرانیان با اشاره به دریافت مبالغ کلان از دولت آمریکا توسط جبهه اپوزیسیون رسما محسن سازگارا و پسرش شهاب سازگارا را متهم به دریافت پول از محل کمک‌های دولت آمریکا در واشنگتن انستیتو و وی او ای رادیو صدای آمریکا کرد. گرچه این مسئله ممکن است نوعی افشاگری از سوی جبهه‌های رقیب اپوزیسیون در آمریکا باشد، اما به طور حتم نشان دهنده سرنوشتی است که در انتظار خط فکرهای انحرافی
و التفاتی است. سرنوشتی که همکنون گریبان بسیاری از اصلاح طلبان دیروز را گرفته است.